درده دلدار باش، درده دلدار باش، بردر دل روز و شب منتظر یار باش. عرض و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز ارجمندم. آقای امیر شراتی برنامه را هدایت میکنه. در برنامه امروز همیهنان هم با دوستان عزیز هستیم. در پانل پنجشنبه ها آقای دکتر آزاد راد با ما هستن، آقای دکتر ابراهیمیان با ما هستن، شیزاد ابراهیمیان جراح، آقای شاهنگیان با ما هستن، آقای دکتر ارشادی با ما هستن و آقای مهندس محمود وسیق. هر کدام هم به مذهب آیین و کیشی رو در ایران معرفی و نمایندگی میکنن. اما قبل از که بپردازیم به دوستان، اجازه بدید که این صحنه ها رو در ایران ببینیم. از صحنه ها رو در ایران برخورد ماموران اسلامی با برخورد ماموران مسلمان یک حکومت لعنتی با زنان ایران. خانم هایی که یک زن رو کتک میزن، زنی که دچار بیماری قلبی است، دختری که دچار بیماری قلبی است. بریم سراغ دوستان عزیز ارجمندم. از آقای محمود وسیق شروع میکنیم. آقای محمود وسیق درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. این اسلام این آقای وسیق والا من فکر میکنم که اسلام خو یک کنار بگذاره، انسانیت هم نیست، اصلا از انسانیت بدور است، همچو اعمال، همچو حرکات و برخورد مامورای انتظامی خانم ها با خانم های دیگه واقعا وحشتناک است. من راستی بسیار فوق العاده همچو کلپ ها را میبینم ناراحت میشم، به خصوص اولی که انسان آدم میبینه که قدر ناراحتی میکشه به خاطر چی بوده، به خاطر بی‌حجابیش یا بدحجابیش یا هر چیز دیگه. انسان حق داره که خودش لباس خود را، سلیقه خود را خودش انتخاب بکنه، قسمی که خودش خوشش میاد لباسش لباس میپوشه کاملا. و دومی که اسلام که ما درک کردیم اصلا عار داره از همچون حرکات به نام اسلام امروز میشه، اصلا اسلام نداره همچون چیز داره، قطعا وجود نداره. درست است در مسلمان امروز عمومیت پیدا کرده، فوق العاده عمومیت پیدا کرده، اما اسلام نمیگه همچون چیز داره، اسلام اصلا نداره همچون. لا اکراه فی الدین آیه 256 سوره بقره چی معنا میده؟ در امور دین جبر و اکراه نیست، انسان حق داره که هر قسم لباس میبوشه مربوط خودش است کاملا، هیچ شک درش نیست. آقای نیچه میگه اون که به نام خدا در جهان به دکانداران مذهب مردم رو به اصطلاح به میخ کشیدن، که امروز نمونه شو در سرزمین اهورای خودمون میبینیم، با دختران زنان ما به نام دین چه میکنن. اینجاست که آدم باید به نیچه و آقای حبکین حق بده که انسان ممکنه با خدا مشکلی نداشته باشه، اما با اونهایی که به نام خدا آزادی انسان رو سلب میکنن و این رفتارهای غیر انسانی رو به نام خدا و دین بر مردم تحمیل کردن، اینجاست که باید به مردم حق داد، به انسانها حق داد، به فیلسوفان خدا ناباور حق داد که با خود خدا دشمنی ندارن، با اون دسته از خدایانی این فیلسوفان روبرو هستند که به نام او دروغهایی رو به بشر تحمیل کردند و نمونش این صحنه های دلخراش که ضد آزادی و ضد انسانی است که ما به وضوح داریم ببینیم در کجای به اصطلاح دین، در کجای فرهنگ دینی و یا فلسفه دین فرق نمی کنه. این همه تظلم، این همه ظلم، این همه بیدادگری به حقوق انسان میشه. بنابراین ما باید بیدار بشیم. حالا یه عده معتقدن اتفاقا جمهوری اسلامی با همه بدیهاش یک حسن داشت که لااقل به ملت ایران آگاهانید که به دنبال دین و به نام خدا هیچ نوع
قانون ضد آزادی و ضد انسانی رو باور نکنن و منتها به قیمت گرانی نسل جوان در این به اصطلاح تاوان رو پس میده. آقای دکتر شادی. آقای بهبودی، متاسفم که امروز تو برنامه رو شروع کردیم با این صحنه‌های خیلی دلخراش و صحنه‌های غیر انسانی. ببینید، فشار تا حدی قابل تحمل هست، وقتی که از حد گذشت اون وقت انفجار پیش میاد. این به خوبی نشون میده که روزهای آخر جمهوری اسلامیه، برای اینکه بیشتر از این هیچ جایی وجود نداره که با انسان اینطور رفتار بکنن. جالبه، این زن به هر حال نیمه حجابی داشت، این دختر خانم. رفتار ماموران باعث شد که کاملا کشف حجاب بکنه. میدونم نتیجه اعمال زوره. آقای دکتر ابراهیمیان، شما هفته پیش یک دو نفر سوال پیش آوردن و اشکال من اینه، ممکنه بقیه دوستان اشکال نداشته باشه، من این سوالات رو با خودم میبرم و خوابم رو میگیره، یعنی این رو اثر میذاره. و مطلبی که شما امروز مطرح کردین اینجا یه مقدارش به همین سوالهای قبلی که دوستان کرده بودن ارتباط داشت. اون چی که من بهش اعتقاد عمیق دارم، به ایمان کسی به هیچ وجه نباید توهین کرد. اگر ایمان شامل اعتقاد به خداست و هر چیز دیگه ای. اون چی که در ایران اتفاق داره میفته اینه که مذهب سیاسی شده و مذهب عامل قدرته. یه کسانی که قدرت ایران در دست گرفتن، از چیزی به نام مذهب، به نام اسلام سوء استفاده میکنن برای اینکه هوا هوسهای خودشون رو اقناع بکنن و کیسه هاشون رو پر بکنن و ترک تازی بکنن. رضا شاه کبیر خیلی قشنگ فهمیده بود که برای بهبود وضع ایران دو تا کار باید بکنه. این کار رو قبل از اینکه حتی به تاج تخت سلطنت بشه انجام داد. یکی اینکه کوشش کرد تمام گروه ها و اقوام ایران رو با هم یکی بکنه، گردنکشا رو در حقیقت بین ببره که این کار رو کرد و موفق شد. و یک کار دیگه هم که کرد که خیلی موفقیت همی بود، به این عمامه که در ایران مرکز قدرت شدی احترام میگذاشت، گفت واقعا تعداد خیلی کمی در ایران چند نفر میتونن عمامه داشته باشن. من اعتقاد دارم که در حقیقت از بین بردن عمامه و از بین رفتن قدرت آخوند اسلام رو تضعیف نمیکنه، حتی ممکنه تقویتش بکنه و به اسلام هیچ لطمه‌ای نمیزنه. این جریانی است که در ایران چندین قرن هست که به وسیله و به در حقیقت توطئه مذهب ایرانی ها را به قبر پرستی و به انتظار آخرت میگذارند و میتونه هر جوری میخوان ازشون سواری بگیرن. تا روزی که ایران یاد نگیره که خودش باید آتیش رو تعمیم بکنه، خودش باید تصمیم بگیره، خودش باید به خودش آزادی بده، و تا اونجایی که ایرانی ها معتقد هستن که یک کسی با یک زبان اجنبی دیگه مثل عربی و یک ظاهری مثل عمامه و آخوند میخواد ایران رو اداره بکنه، ایران کارش چی رو نخواهد رفت. ما این مرحله رو قبلا گذروندیم و در آتی ایران هیچ بهبودی ایجاد نخواهد شد، من اینکه مردم کنترل آتی خودشون رو خودشون دست بگیرن و در حقیقت به یک جایی برسن که بتونن برای آتیشون خودشون تصمیم بگیرن. به هیچ وجه بی احترامی به این گروهی که در ایران حکومت میکنن مذهب به خدا رو تضعیف نخواهد کرد. و این چیزی است که من فکر میکنم مسیجی است که خواستم بدم. تشکر. دلیلی که من واقعا علاقه دارم و با شوق و اشتیاق به این برنامه میام اینی که اندیشه زرتشت رو، این واقعا پشتوانه فرهنگی غنی ایرانیان رو ارائه بدم و معرف اون باشم و بیشتر در ایران توسعه پیدا کنه. چرا که واقعا بر این باورم که تأثیر یک سیستم باوری چه دینی باشه چه فرهنگی در جامعه واقعا قابل محسوسه. آدم قابل احساسه و میشه درکش کرد. ما فکر میکنیم که مذهب حالا چه مهم نیست و یا فرهنگ زیاد مهم نیست، باورهای یک جامعه زیاد مهم نیست، ولی این باورها
ذهنیت جامعه رو میسازن. نه ممکنه در به صورت شخصی تأثیری نداشته باشن، در برخی ها مسلما تأثیری ندارن، چرا به اندازه کافی از شخصیت والای انسانی برخوردار هستن که تأثیرات جانبی درشون تأثیری نکنه، ولی به طور کلی در جامعه ذهنیت جامعه رو، این باورهایی که در جامعه روند جامعه رو تشکیل میدن. در نتیجه وقتی شما میبینین که فرزن یک بانی ایرانی رو این گونه باش رفتار میکنه، یا با جوانهای ایرانی این گونه رفتار میکنه، در با کسانی که مخالف رژیم هستن یا مخالفت با عقایدی دارن اون گونه رفتار میکنن، باید برگردیم به اصول که وقتی که دینی وجود داره که امر به معروف و نهی از منکر رو واقعا یک امری صلاح میدونه و در سرانش کسانی که سرمشق این جامعه بودند، فرزن در همون عربستان میرفتن به قبایل میگفتن بیا به دین اسلام رو بیار، و وقتی میگفتن نه نمیخواستن میشدن محارب خدا، بعد دیگه حق به خودشون میدادن که باهاشون بجنگند بکشند، و بعد میگفتن خب این دفاعی بوده، چرا که اینا ما بهشون دعوت کردیم نیومدن. همین رو شما در جامعه میبینین، این خانوما میان امر به معروف میکنن، میگن روسری تو بکش رو بالاتر، یا درستش کن، یا حجاب درست کن، و وقتی نمیکنن اجازه به خودشون این گونه رفتار کنن. شما یه چیزی میخواستید بگید قبل از اینکه بپردازیم به مسئله واتیکان؟ من میخواستم روی یک مطلب که هفته قبل یک خانم از ونکوور کانادا صحبت کردن، واقعا بسیار قشنگ صحبت کردن، وقت فرصت نبود که تبصری روش بکنیم، به مخاطر امروز یک کلیپ رام آوردیم که ببینیم که اونا یاد کردن که کسی که مسلمان نیست چرا کافر باشه، این انتقاد کردن، انتقادشان بجاست، بلی، یا کسی که مسلمان نمیشه نشه، شما نباید بکشینش، اینا چیزایی است که متاسفانه در بین مسلمان ها بله رایج است، در بین مسلمان ها داده شده، و این بدبختی بسیار تمام است که من به میخاطر این کلیپ یک دقیقه کلیپ است ببینیم با هم نگاه کنید هم یا نه نه بشکر نگاه کنید نه بأن التقوى لا يكون لا تكون إلا من مسلم، صح ولا لا؟ وأن غير المسلم أصلا لا ليس من المتقين، الله ما يقول كذا، الله يقول التق أكرم كل مولود من ذكر وأنثى مسلما أو غير مسلم، غير المسلم مولود من ذكر وأنثى، صح ولا لا؟ قطع الأكرم من هؤلاء جميعا عند الله هو المتقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. السؤال هل يمكن غير المسلم أن يكون من المتقين والمسلم ألا يكون متقين؟ ممكن، الله نعم ممكن، إذا عرفنا معنى التقوى وآمنا به كما أنزل الله، لأنه كف الأذى والعدوان المعنوي والمادي. قد يكون واحد في وسط الهند أو في جنوب الأرجنتين أو في شمال هولندا وهو غير مسلم، قد يكون عند الله أكرم من مطوع ليل نهار يخطب في مشروع الشيطان العداء والبغضاء والسوء والفحشة، وأن تقولوا على الله ما لا. ولی جالب است که اینا روی آیه 13 سوره حجرات صحبت میکنن که در اونجا به صراحت یاد میکنن یا ایها الناس، انسان ها را تماما مخاطب قرار میده، کل انسان ها را، نه مسلمان ها را، و باز در آخر یاد میکنن که نکرمکم عند الله اتقاکم، سر از ایش تبصره کردن که عزیزترین شما یا خوبترین شما عزیزترین است پیش خدا، تمام انسان ها را میگه، و این شیخ سعودی است، شیخ سعودی است، اینا یاد میکنه که وقتی خدا میگه که متقیان، خب مسلمان ها را نمیگه، در بین غیر مسلمان هم هست متقیان، هر گروه در هر دین و آیینی که هستن پیش خدا محترم است، پیش خدا عزیز است و متقی است، و بسیار جالب است که باز در اخیر هم یاد میکنن که امی کسایی که در جنوب در هندوستان هستن یا در جنوب ارجنتین هستن یا در شمال هالند هست، یک مملکت یاد میکنه که غیر مسلمان است، اونا مسلمان نیست، اونا متقی تر، شاید فکر میکنین که اونا متقی تر نیستن از مسلمان ها کده، اونا متقی تر هستن پیش خدا، اونا عزیز تر هستن پیش خدا، اونا عزیز تر هستن از مسلمان هایی که بسیار جالب است، یاد میکنه از مسلمان هایی که شب و روز نماز ها میخونه ولی در فکر تجاوز است، در فکر بدبختی ها است، نفرت و تعصب اینا، که اونا کار شیطان رو پیش میبرن، به می شکل شریعت شیطان رو پیش میبرن. واقعا بسیار بسیار جالب است که خوشبختانه که امروز در
کشورهای اسلامی به خصوص جهان عرب همین نهضت ایجاد شده که تا بتانه که مردم را تنویر بکنند که نهی بابا اسلام اصلا همه انسانهای خوب و شریف چون خواهر ما یاد کردن که آن کسی که مسلمان است چرا کشتش ابدا امروز امروز دور این میزی که ما هستیم همه مؤمنین است همه مؤمنه با خدا است محمود نازنین یک گروهی اول بعد موضع خودم رو مثل آقای شمده مشخص کنم من ضمن احترام به همه باورها و همه ادیان من منتقد یعنی در این حال انتقاد کننده و در این حال محقق در ادیان هستم اما ضد هیچ کدوم از ادیان نیستم تا اونجایی که ادیان از اصول انسانی یا به نام دین به حقوق انسانی تجاوز نکرده باشه و این موضع من در اینجا هست و بهتر دوستانیم که ما رو در جای دیگه میبینن ما رو در حال منافق یا درو تصور نکنن اجازه به یک گروهی از پیروان ادیان هفته گذشته باشون صحبت میکردم جمع شده بودم در یه معبدی میگفتن ما پیروان یک تابلوشون بود دیگه یونیتی اند دایورسیتی یعنی ما معتقد به اتحاد و وحدت و توحید بین تعالیم ادیان هستیم اون دست از تعالیمی که با حقوق انسانی مغایرت نداره بنابراین اینا با توجه به آیه‌ای که آقای مهندس بسیط مطرح کردن آیه 13 سوره حجرات سوره 49 قرآن که خدا میگه من افراد رو به طور مختلف انسان‌های مختلفی رو با رنگ‌های مختلف با آداب مختلف با زبان مختلف از زن و مرد آفریدم یعنی تفاوت رو مشخص میکنه بعد میگه همه اینها در مقابل من یکسانن پس بنابراین از دیدگاه قرآن مهم نیست که کسی چه دینی داره چه زبانی داره چه آیینی داره چه جوری میپوشه چه جوری زندگی میکنه و بعد میگه تنها اون دسته‌ای که دارای تقواست حالا معنای تقوا رو محققین بحث های مفصل روش کردن بهترین معنی از تقوا گفتن conscious of the God این اونهایی که مفهوم خدا و مفهوم خدایی رو اون در قرآن آقای دکتر مسعود شما تدریس می‌فرمایید بهترین معنی رو برای تقوا کردیم بنابراین تقوا به معنای کسی است که به حقوق انسانی تجاوز نمی‌کنه. من بر پایه تجربه خودم دارم میگم دیگه. ما یا انسان و ناانسان داریم، مردم و نامردم داریم، مرد و نامرد. این گروهی که در ایران حکومت می‌کنن جز نامردمانه. در برابر مرد نامردن. کسی که زنانی که این رفتار با یک دختر ایرانی دارن که دچار بیماری قلبی است، اینا دیگه جز انسان نیستن دیگه. من به این نتیجه رسیدم مذاهب رو کنار بگذاریم این تلاش برای ائتلاف مذاهب هم به نظر تلاش بی خوده خوش مذاهب میتونه به هم ائتلاف اتحاد بخورن اینا حرفه اینا حرفه نگاه بکنید به سرنوشت امروز دنیا متوجه میشید که واقعا مذهب دمار از روزگار مردمان عالم در آورد بیچاره کرد اروپا آغوش رو باز کرد به روی پناهجویان من یکی از هواداران سیاست خانم مرکل بودم امروز پشیمانم دزدی بیشتر شده غارت بیشتر شده تجاوز بیشتر شده حمله به افراد سالمند بیشتر شده به قصد دزدی و سرقت دزدی و سرقت چاق موکشی بیشتر شده جیب بری هم بیشتر شد در کشورهایی که پناهجویان به اونجا رفت پناهجوی خوب میخواد ایرانی ها واقعا در فهرست بهترین ها هستن در فهرست بهترین ها یعنی سعی میکنن خودشون آداب بکنن خودشون به اون جامعه هم تراز بکنن هم قدم بکنن فرهنگ اون جامعه رو درک بکنن به همین لازه که جامعه قلبی اونا رو سریعا میپذیرن دو جامعه افغان رو نگاه کنید در کانادا در خود همین ایالات متحده آمریکا زندگیشو دارن میکنن و الحق و الانسان دارن یک افغانستان مترقی رو نماندگی میکنن خیلی اسباب خوشحالیست یک گروهی هم مثلا طالبانی و یک گروه هم تندروی مذهبی که میدونیم چه برمیگردیم
به نظرم تا زمانی که بین ایران و اسرائیل پلی زده نشه تصور نمی کنم که اختلافات، تنش‌ها و چالش‌ها در خاورمیانه فروکش کنه. به مجردی که این پل زده شد اون وقت باید مطمئن باشید که ما با یه خاورمیانه هم طرف این به قصد داره که با دنیای متمدن خودش رو هم پا کنه و هم تراس بکنه، شاید هم بتونه یک نوع دموکراسی رو در دنیا پیافکنی کنه که این آرزه های دموکراسی موجود در دنیا و معایبش رو نداشته باشید. دموکراسی موجود خیلی عیب و نقص داره که اینا واقعا ترمیم بشن. امروز دموکراسی در برابر ترور واقعا کم آورده، در بسیاری از جاها بسیاری از دولت‌های اروپایی به خاطر محدودیت‌های قانونی هیچ کاری از دست اونها در برابر ترور بر نمیاد. تروریست‌ها به سادگی قادرن خودشون رو از قلاب قانون رهایی بدن به سرعت و سریع، کافیست که پول زیاد هزینه کنن یا وکلای نیرومند بگیرن. آقای دکتر ابراهیمیان، 70 سال از تاسیس اسرائیل گذشت، چه من چند تا نکته در این مورد خواستم روشن بکنم. وقتی که در برای مردم در برای کشور اسرائیل صحبت میکنن، اغلب مردم مخصوصا کشورهای مسلمان و اختصاصا ایرانی ها به اسرائیل به صورت یک کشور مذهبی مخالف ایران نگاه میکنن، مذهبی ها اینطور فکر میکنن. نکاتی که قابل توجه در مورد اسرائیل چند تاش خیلی مهمه. یکی این که هرگز یهودی ها از اسرائیل بیرون نرفتن کاملا، یعنی و 1878 سال با تصورات ماورای طبیعی منتظر یک معجزه آسمانی بودن که برگردن به کشورشون، تا یک گروهی متفکر در اروپا به اینجا رسیدن که آزادی به دست خود تنها راه نجاته. بعدی که تمام راه های دیگر را امتحان کردن و از همه راه به شکست خوردن، یهودی ها جهان وطنی را در همه دنیا پیش گرفتن، در همه دنیا، در اروپا، در خاورمیانه، در کشور اسلامی، به در یه موقعی امن‌ترین جای روی کره زمین کشور اسلامی بود برای یهودی ها. وقتی از دست مسیح در می رفتن مسلمان ها می پذیرفتنشون. در حال حاضر کشور اسرائیل در یک سرزمینی به اندازه 1/600 کشورهای عرب درست شده، یعنی 599 تاش مال عرب هاست، یکیش مال یهودی هاست. کسانی که این امر رو تونستن عملی بکنن کسانی بودن که معجزه رو کنار گذاشتن، به بدبختی هاشون فکر کردن، بعد اینکه از مراحل قرون وسطا از دنیای مدرن اروپا گذشتن، فهمیدن که هیچ کدوم از اینا مشکلشون رو حل نخواهد کرد و بعد برای خودشون یه خونه و کاشانی داشته باشن. یه در حقیقت تئوری که اینا به وسیله هرسل بیان شد که یه فرد غیر مذهبی بود، اصلا یهودی یعنی اجرا نمی‌کرد قوانین یهود در خانواده‌اش، اسیمیله بود در حقیقت. این بودش که برای اینکه بخوان بعد یه جای خودشون داشته باشن. از نظر هرسل اسرائیل نبود، فقط یه جایی میخواست که یهودی برن اونجا راحت بشن، از دست این شر اروپا راحت بشن. به جاهایی مثل آفریقا فکر کردن، مثل آریزونا در امریکا فکر کردن، مثل اوگاندا فکر کردن، ولی بقیه قانعش کردن که این عملی نخواهد شد و باید سرزمینی بری که اونجا وجود داشته. اگه کسان یه مقدار باستان شناسی بدونن، به اسرائیل سفر کرده باشن، میگن سرتاسر خاک اسرائیل در حقیقت جاییست که تمام باستان شناسی ها گذشته بزرگ یهود در اونجا نشون میده. تشکر میکنم. والا اون چیزی که ما تشخیص دادیم اینه که معمولا آدم های ذلیل و بدبختی که از پس کاری بر نمیان پشت سپر فرافکنی پنهان میشه، یعنی گناهش رو به گردن دیگران میارن، گذار ذلت خودشون رو، ضعف خودشون رو، عجز خودشون رو، ناتوانی خودشون رو به گردن دیگران میذارن. تمام تحلیلگرهایی که روابط و مناسبات تهران و واشنگتن، ایران و اسرائیل رو بررسی کردن طی این سالها متوجه نشدن که چرا مثلا آقای خامنه‌ای اینقدر دشمنی داره نسبت به آمریکا و دشمنی نسبت به اسرائیل. میدونیم که در میان روحانیون در ایران چنین به اصطلاح توافق نظری وجود نداره، یعنی همه مخالفت، اغلب نصیحت میکنن ایشون رو
ولی ایشون حاضر نیست بپذیره. یعنی ایشون سیاست شخصی رو داره پیش میبره و ایمان میکنه که هیچ پایه به اصطلاح پایه تاریخی نداره. ژاپنی ها حیرت میکنن، میگن آقا آمریکا تنها کشوری بوده در دنیا که روی سر ما بمب اتم انداخته، بمب اتم. ولی امروز آمریکا یکی از دوستان ماست، یکی از مهمترین متحدان ماست، سایه دفاعی آمریکا بر سر ماست. اگه این چتر نبود معلوم نبود کره شمالی چه بلایی بر سر ما میاد یا چین چه میکرد. قطعا چین هم کره رو میبلید، هم ژاپن رو میبلید. جناب بهبودی، ضمن تایید نه همه سخنان دوست از اون پاره از سخنان ایشون، حافظ میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. یوسف میره به مصر، زندانی میشه، بعد مقامی پیدا میکنه، از کنعان میره و در این شعر حافظ نشون میده که قبل از اینکه یهودا در اونجا به اصطلاح از طبق تورات از مصر خارج بشن طبق سفر خروج، از اونجا بیان به سرزمین کنعان، پس برابری سرزمینی بوده، آدم های هم اونجا بوده. ما امیدواریم که ملت یهود در دنیا استقلال داشته باشه، مملکت داشته باشه، کسی مخالفی نیست، نام انسانن و دارای این حق انسانی. اما ما دلم میخواد یوسف گمگشته باز آید به خانه خودش در کنعان، نه باز آید به خونه همسایه در کنعان و همسایه رو بیرون بکنه. این باید قابل درک باشه. سرزمین هایی که انگلیس ها بین عرب ها و یهودی ها تقسیم کردن، بعدا اسرائیلی ها رفتن بخشی از سرزمین های اونا رو اشغال کردن و حاضر نیستن سرزمین ها رو خانه سازی کردن. به نظر شما این کار درسته است؟ از آقای دوست یهودی کنون سوال میکنیم. آقای دوست ابراهیم بفرمایید. همین که عرض کردم، یه وضع مخاصمه است. در اولین نشستی که در حقیقت بعد از اعلامیه دقیقت تصفیه به کشور اسرائیل انجام شد، وقتی که روز بعدش کشورهای عربی به اسرائیل حمله کردن و بعدا شکست خوردن، حتی هیچ نماینده از فلسطین در اون جلسه ترک مخاصمه بین اسرائیل و عرب ننشسته بود. داستان فلسطین به عنوان یک گروه ملت رو ساختن در سالهای 60. ولی باز من عرض کردم، تکرار میکنم، هر فردی که اونجا زندگی میکنه همه حقوق انسانی رو داره. عربی کشور دوم اسرائیله. اگه شما به اسرائیل بیم، بهترین خونه های شمال اسرائیل رو عربا دارن، بهترین زندگی رو هم میکنن، کسی هم کاری به کارشون نداره. اونا که واقعا جزء سیتیزن اسرائیل هم. اونا که بعد از حمله دوم اعراب در سال 67 که وسیله ناصر انجام شد، در حقیقت زمینه اسرائیل شدن و جزء اسرائیل هستن، الان در یه فاز واقعا نابسامانی هستن. نقطه سیاسی اسرائیل رو میشناسه، اسرائیل رو میدونه، خبر داره، حاضره باشون کنار بیاد. ولی اونا دو طرف دهنشون صحبت میکنن. وقتی میان به انگلیسی صحبت میکنن یه چیز میگن، وقتی میگن به کشور خودشون به عربی صحبت میکنن یه چیز دیگه میگن. اونا در حقیقت وجود خودشون در این مخاصمه میدونن، میدونن اگه واقعا صلح ممکنه باعث مرگ خودشون بشه. بله، من دیگه به مرزها بازم میگم با دید سیاسی نگاه نمیکنم، با دید انسانی نگاه میکنم. من میگم که مردمانی که در این محدوده مرز زندگی میکنن تا چه حد به بشریت دارن خدمت میکنن؟ آیا موفق شدن یک جامعه انسانی قابل قبول معتبر پایگذاری کنن یا نتونستن؟ اینا موفق شدن. بقیه که این همه ادعا دارن در تمام این سادهه ها، مثلا قرن بیستم و امروز روز، به ویژه در دوران جنگ سرد، این همه ادعا چه کردن؟ مصرف کننده بودن، نفت تولید کردن، گروه های تروریستی را انداختن، اسباب اذیت و آزار دنیا رو فراهم کردن، بعد هم شدن اغلب بازیچه دست استعمار. همه ما میدونیم چه خبر در اونجا. من اینجوری به دنیا نگاه میکنم. من با تاریخچه پیدایش اسرائیل بسیار آشنایی دارم، از زمانی که تئودور هرتزل این تئوری بازگشت به سرزمین رو علنی کرد و عمومی کرد، تا جایی که راتشیلد این ثروتمند یهودی با بدبستونهایی که با دولت انگلستان داشت، بلفور دکلریشن نوشته شد و چگونگی پیدایش اسرائیل.
و هر دو طرف قضیه رو خوب میدونن و هر دو طرف هم حقهایی دارن به صورت انسانی. اگه نگاه کنی واقعا خب یک حقوقی برای یهودیان 100% میشه در نظر گرفت، حقوقی هم برای عرب نمیشه تصمیم گیری کرد. ولی چیزی که مهمه اینه که باز میگردم به همون حرف اولم که تأثیر باورهای دینی در ذهنیت جامعه بسیار مهمه. من بر این باور هستم که تا زمانی که یهودیان باورهای یهودی رو دارند و تا زمانی که مسلمانان باورهای اسلامی رو دارند، این مشکل بین عرب و اسرائیل به هیچ عنوان حل نخواهد شد. چرا که میان دولت‌ها میان یک صلح‌های موقتی ایجاد میکنن، ولی درون جامعه این افکار اسلامی که ما فتح کردیم اینجا رو، این فتحیات جز فتحیات اسلامه، اینجا سرزمین اسلامه، اینا رو بعد حتما بریزیم تو دریا وجود داره. و در درون تندروها یا اصولگرایان یهودی هم این باور که این سرزمین خداداده ماست، این سرزمینی که موعوده که یهوا به ما داده و ما حق بازگشت داریم و اونایی که اومدن اینجا اشغالگر، اینا رو باید بریزیم تو دریا. همچین چیزی نیست. همچین اصولش همینه. عرب نمیدن تو دریا. نه به هر حالا یه دوست هفته پیش صحبت کردیم، برای من واقعا همین هفته من قضیه فکر کردم درباره حکومت قاسب یهود صحبت کردم، سوال کردم، من خب ازش بپرسم اگر مسیحی ها یا یهودی ها در جای کعبه یک کلیسیا یا یک کنیسا بسازند اون قصد نیست، ولی مسجد اقصا روی معبد یهودی ها بنا شده. میدونی هر دو طرف من میدونم اون قبول دارم. ولی از شهر میکنم. این بحث رو خواهش کنم. این بحث رو خواهش کنم. عجیبه. خبر اسلام اشغال گرفت. خبر تبدیل قم به یک کشور اصلا مورد توجه دوستان ما قرار نگرفت تو این بانه. اصلا برای شما مهم نبود. برای که چرا؟ تمرکز رو اسرائیله. خیلی جالبه. در تمام و تبلیغات سیاسی و پروپاگاندا مؤثر بوده روی ما. چقدر مؤثر بوده و ما رو منحرف کرد. حتی گروه نخبه ما رو منحرف کرد. که مسئله به این مهمی تو ایران داره مطرح میشه. یعنی روحانیت مدعی بخش از خاک ایران شده. میخواد اونجا رو تصرف کنه، اونجا رو تبدیل به کشور بکنه. بعد چون میدونی در اونجا منابعی نداره، میگه از حالا باید در فکر این باشیم که دست ما در خزانه کل مملکتی به نام ایران باشه، ولی اونجا رو بکنیم یک کشور مستقل و ما بتونیم حوزه علمیه رو، حوزه علمیه قم رو تبدیل بکنیم به دربار تشیع و از اینجا دنیای تشیع رو هدایت بکنیم با موافقت جامعه جهان. از با آغاز برنامه دیدید یک کدام از این بوستان ما اشاره به این موضوع داشته باشن یا بیاید براشون برخوننده باشه و عصبانیشون بکنه که در این زمینه تجربه تحلیلشون ندارن دیگه. ولی ما کماکان همیشه را چون در پس ذهن ما چیزهایی میگذاره که به گذشته ربط داره، رسوباتی در ما هست که باید تمیز بشه، باید پاک بشه. ما بدونیم حمام، ما بدونیم گرمابه، خودمون این وسط کشتکش مخصوصا ذهنیت خودمون رو برمیگردیم جای آقای دکتر بیات خلی عمیانن در برنامه امروز. منزل بر منزل شماست، میتونید تماس بگیرید و نظراتتون با ما در میان بگذارید. خب همینه برنامه رو میگیریم. تشکر از شما که ما رو همراهی میکنید. آقای ارشادی بفرمایید. آقای میمونی یه نکته نگفته مان بین صحبت دوستان محترم. طبق عهدنامه ترکمنچای بعد از یه مدت معین 100 ساله اون 12 شهر مال ایران میشد. الان ایران فقط قبلش اسرائیله، میگه به اسرائیل حمله میکنه. هیچ فکری به پس گرفتن اون 17 شهر قفقاز نیست و ماورا قفقاز. شما خیلی ملیگرا هستید، ملیگرای سفت و سخت. میگه با دیدی به اون سرزمین حق هم دارم. چرا یه اشارهی به اونجا نمیشه؟ 17 شهر قفقاز که از بین رفته. آقای وسیق بفرمایید. خب ناگزیر روی مطلبی که پیش از چیز صحبت کردیم صحبت میکنم در این مسئله اسرائیل و فلسطین، اینا که واقعا یک مشکل کلانه هست و کسایی که سیاستمدارا هست، سیاستمدارا نمیخواین همچون چیزی حل رای حل برش پیدا شه. برای که این سیاستمدارا متاسفانه قدرتشان درمی تشنج و درمی بدبختی ها قدرت از اینا هست. چرا من کاملا بخاطر میاد چند سال قبل وقتی یکی از برنامه را میشنیدم
که دکتر بابا که مشاور یاسر عرفات بود آمده بود در یکی از رادیوها صحبت داشتن و اونا یاد کردن میزبان از او برنامه یاد کرد که چرا فرزند در مسئله کم دیوید فرزند 93% برای اسرائیل برای فلسطین یاد دادن چرا قبول نکردن. آقای بابا یاد کرد که عربان نمیخواین گفت یاسر عرفات خواستن به مصر و متقاعدش ساخت که نباید قبول بکنه. گفت چرا قبول نکردن؟ گفت به خاطر قبول نمیکنن که اونا در hiding behind the cause of Palestine. یعنی پشت سر از اینا اونا قدرت دارن. نمیخواین این مسائل حل شود. در غیر از او و بخواهر دو یک کشور همی توی استیت سولوشن واقعا یک رای حل خوب تره است که هر دو بتانن زندگی بکنن با هم دیگر و یک رای حل مثبت سازنده را ایجاد بکنن. درود بر شما میفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. حال شما خوبه؟ تشکر. و تبع پنلتون من خواستم بگم که به نظر ما خیلی دین یهود خوبه که میتونه اینطوری تو دنیا خودش رو جا کنه و این همه کشورها باهاش خوب باشن، ولی دین عربا نه. بله قربان بفرمایید. درود بر شما. بله با درود. اولا میخواستم به خودتون درود بفرستم که با این دانایی و خردمندیتون جوابایی که خودتون میدین واقعا مهمه. درود به شما میبودی گرامی. در رابطه با این رابطه ایران و اسرائیل میخواستم عرض بکنم خدمتون، ما از کشور اسرائیل تشکر میکنیم که 70 سال سپر برای ما ایرانی هست. یعنی از زمانی که اسرائیل با عرب درگیری پیدا کردن، عرب تا حدودی دست از سر ما ایرانی ها برداشتن، اما کشت و کشتارشون رو در جنگ ایران و عراق دیدین. به محضی که فرصت پیدا کردن حمله به ایران، تجاوزات، کشت و کشتاری که از ایرانی ها کردن رو دیدین در جنگ ایران و عراق. و همطور که اشاره فرمودین، این آقایون به خصوص آقای شاهنگیان و آقای آزادراد، اینا دغدغه شهرهای ایران مملکت خودشون رو ندارن، دغدغه یک گروهی رو دارن به نام فلسطینی که در جنگ ایران و عراق به ایران و ایرانی تجاوز کردن. دغدغه شون اینها هستن و نهایتاً این گروه تبهکار آخوندی عرب که 40 سال ایران رو اشغال کرده، ما باید از قوم یهود یاد بگیریم. بعد از 2000 سال به سرزمین پدریش برگشت. ما ایرانی ها الان که 40 سال گذشته، اگه 400 سال، امیدوارم که به اون زمان نکشه، ولی اگه 400 سال و اگر 4000 سال هم بگذره، ما هم وطن خودمون ایران زمین رو از حلقوم این فرقه تبهکار آخوندی بیرون میکشیم. شب و روزتون بخیر. درود بر شما. درود بر شما. و واقعا از ته قلبم نسبت به اسرائیل و مردمانش هیچ کینه ای رو احساس نمی کنم. حتی در زمان کوروش آمد و صومعه های اینها رو و کنیسه های اینها رو تعمیر کرد، کمک کرد و دوباره اینها رو برگردوند اونجا، تا حالا هیچ واقعا دشمنی در ذات ما نیست نسبت به مردمان اسرائیل. ولی واقعا از اعراب و این دین شیعه به خصوص که با این همیشه اینا رد بهانه، این بهانه این اسرائیل بهانه یه و اینکه یه مش آدمای بی سرپا بتونن با حکومتشون ادامه بدن. خیلی متشکرم. ممنون.